OGG4. سلام، وقتتون بخیر. شما رو دعوت میکنیم به دیدن ویدیوی کنسرت کامران تفتی و امام‌رضا هدایتی عزیز که تو سالن نوزاد کشور برگزار شد. ما نظری نمیدیم، خودتون ببینین قضاوت کنیم. امیدوارم دوست داشته باشین کار رو. گفتگوهای خوبی با کامران و امام‌رضا هدایتی و مهمونهای عزیزشون داشتیم، خیلی مهمون داشتیم کنسرت. من سلام عرض میکنم خدمت شما یه بار دیگه، من اینجا بودم. خیلی پر مهمون بود کنسرت، امیدوارم که همیشه خونه هامون پر از مهمون باشه. میشه یه جور دیگه خواست، آخه فقط قلب توه که با من اینقدر سر براست. از تو دلگیرم که نیستی کنارم، مرسی، متشکرم. والا واقعیتش اینه که من اولین آلبومی که کار کردم دکتمه کردم مکس با تو بود با کیارش، و آهنگایی که خوندم به واسطه مؤسسه آقای مهر میهن که کیارش مدیرشه، با اون واسطه اصلا مجوز صدای من گرفته شد و کار کردیم هم دیگه. و طبعا باید کنسرتی برای این آلبوم و این آهنگایی که کار کرده بودم با کیارش میرفتم که محصل همین اتفاقی که الان توی سالن هست. چطور بودیم شده؟ خوب، والا خدا رو شکر انرژی که مردم میدن انرژی خوب دوست داشتنی بود، ولی حس میکنم که باید حالا یه مقدار قدم های اول دیگه، طبعا توش ضعف هست، توش اشکال هست. ممنونم مهدی، توش ضعف هست، توش اشکال هست، ولی امیدوارم که توی بعدی ها دیگه این ضعف و اشکال وجود نداشته باشه. میخواد بالا نصبش کنی تا اذیت نشی؟ نه، من گرفتم صدام خوبه الان. خوبه بیشتر الان. بگیرم دیسورد میشه. خب بعد کامران یه حجم زیادی از مهمونا رو من امشب شاهد بودم. خیلی از یه حجم زیاد گذشته، تازه من مهمون دعوت نکردم. من فقط دوستای صمیمی مو گفتم، دوستای صمیمی نزدیکمو گفتم که الان پشت دوربینن الان میتونین ببینینشون. بله، آقای عطار، خانم اسماعیلی و بقیه دوستان که اینجا، ما یه گنگی هستیم برای خودمون خیلی، و دوستان لطف کردن که بودن تو سالن. ولی واقعیت اینه که طبعا تو کنسرت های بعدی کم اشتباه‌تر و سعی میکنم که بهتر از این اتفاق باشه. صدای مردم داره میاد، خدا رو شکر خیلی دوست داشتن، امیدوارم که بقیه اش هم همینطوری باشه. کامران، این کنسرت یعنی که کامران تفتی به جد و به واقعیت میخواد خوانندگی بده؟ اصلا من خواننده نیستم. کنسرت یعنی خواننده؟ من خواننده نیستم، نه. من گفتم روی صحنه هم گفتم، من احساس میکنم یه ذره حرفام اینجوری فیس تو فیس تر، زانو به زانو تر، نگاه تو نگاه تر با مردم حال بهتری با این میده. واسه همین اومدم خوندم. والا اینکه خواننده ام که ارزا من قرار باشه تور کنسرت داشته باشم، پول هم گفتی از این بابت در بیارم، دوچار بیزینس خواننده گیر، اصلا اینجوری. خیلی خواننده خوبی مملکت زیاد داره، من حالا این وسط نگرفتم، چرخشو نگرفتم، ولی واقعیت اینه که دوست داشتم، دلم خواست که حرف دلم اون شکلی بزنم، زدم. چرا ان شاء الله شهریور ماه آلبوم مستقلم میاد. فیت با کسی دیگه نمیخوای؟ نه، توش نه، فقط مستقل یه دونه خودم و دلا فیتم طبعا. خب اطلاعات از آلبوم نمیدم دیگه. خب الان با کیا کار کردی؟ تنظیم کننده ترنسفری نداد؟ با خیلی از بچهایی که دارن الان توی هیت موسیقی کار میکنن، به خصوص ترانه سرا، مثلا ترانه از بیسم یوسفی حتما ترانه دارم و نگم حالا بقیه رو نگم دیگه. اسم آلبوم از الان نه، اسمش مونده هنوز. آقامون میگه اسمشو نگو بعدا ان شاء الله. خب من یه سوال حاشیه‌ای هم دارم، میگن که شما دارین این روزا یاد میگیرین پلی استیشن بازی کردن. بله، من پلی استیشن بازی میکنم و پلی استیشن خیلی دوست دارم. از قضا بازی کامپیوتری دوست دارم، با تو کنترل شده، و اینکه تو الزاماً بشینی و همش پلی استیشن بازی بکنی عوارض و آفات خودشو داره. یه کنترل شده اتفاق میفته. آره، من کار میکنم. والا باختم داشتم، بردم داشتم، دو ماه پس دو ماه شد. آره، این که میگم مبتدی هم مربی دارم، دارم میرم جلو. آره، من میتونم معرفی کنم. بله، حسین ترخواستی، حسین ترخواستی مربی من. خب آقا، هیچی با طرفدار اگه حرف خواستی. ممنونم از فنان، متشکرم، مرسی که لطف کردین به هم اومدین توی سالن بودین، و متشکرم از اینکه اگر که توی این هیت حرف میزنم، توی سینما حرف میزنم، توی تلویزیون حرف میزنم، رادیو هم دوبلم،
می نویسم و شما کمکم می کنین و می بینین و می شنوین و می خونین، همش یعنی عشق این کاری که من به خاطر شما انتخاب کردم و با تمام جونم سعی می کنم اون کسی باشم که شما دوست داشته باشین و پرچم طرفدارم همیشه بالاست. انشالله که سلامت باشین. ممنونم. بود کنسرت امشب بدون تعارف و اینا که ملاحظه بخوایم بکنیم. ولی فیلم می‌گیرید؟ بله بله. خیلی هم عالی. خوب بود، عالی. منظر می‌خوام بگم. ضعف نداره. تو ضعف رو چی معنی کنی؟ من می‌خوام نظر شما نقاط ضعف و قوت کنسرت. نظرش رو بگو. خب کنسرته که اینجوری مهمونم، مثلا مهمونای چهرم زیاد دارم، معمولا یه ذره مشکل پیدا می‌کنم. ولی خب کلا خوب منیج شد. مشکل خاصی هم پیش نیامد. اجرام که به نظر من خیلی خوب بود، هم کامران هم محمد رضا فکر میکنم جز معدود هنرپیشه هایی که این طرف هم استعداد خیلی خوبی دارن. آقای شکویی برسیم به خودتون و کنسرت تهران، چرا خبری نیست؟ من دیگه بعد 41 42 تا کنسرت تهران دیگه واقعیت منتظرم آلبوم که ایشالله داریم سعی خودمون کنیم برسونمش تا ایشالله اوائل تابستون بدیمش بود. ایشالله دفت شما درد نمیم. مرسی. کنسرت چطور بود؟ خیلی خوب بود. چی بگم؟ خب چیش خوب بود؟ یعنی کی بهتر از اون یکی بود اصلا؟ بهتر که نمیشه، هر کی سبک خودشو داره، هر کی صدای خودشو داره. هم کامران تفریح خیلی خوب بود، هم محمد رضا هدایتی فوق‌العاده بود و خیلی خوبه بازیگرامون کم کم دارن خواننده میشن و همه میخونن و به نظرم شغل خوبیه. جعبه سالان چطور بود؟ عالی. همکار موسیقی گفتم نمیشه همکار سینمایی نگم، اصلا مگه داریم؟ مگه داریم لاله اسکندری تو سالان باشه من نگم؟ کمه خانم اسکندری، خواهش میکنم. ممنونم که تشریف آوردید. خانم کنسرت چطور بود؟ بالت خسته نباشید، دارم به دوستان خوبم آقای هدایتی و آقای تفریح که خب به هر حال از عرصه بازیگری ورود کردم به دنیای موسیقی، هرچند که خب سالها است که تو این حوزه فعالیت میکنم ولی شاید مردم بیشتر اونها به عنوان بازیگر میشناسن. آره در واقع اولین بار صدای محمد رضا رو من در چشم باد شنیدم به عنوان در واقع یکی از صحنه‌های فیلم رو برای ما آواز خوند و بسیار زیبا بود. من همونجا بهش گفتم چه صدای خوبی داری، بعد یه بار سیدیشو آورد سر صحنه دیدم عجب تو حوزه موسیقی سنتی خیلی فعالیت کرده، بچه صدای آواز بسیار خوبی داره که بعدها اولین بار که چند تا از ترکاش رو توی اینترنت شنیدم خیلی خوشحال شدم و پارسال اولین بار بود که اولین در واقع کنسرتش رو گذاشت و اونجا حضور داشتم. کامران هم خب سالهاست آقای تفتی در این حوزه فعالیت میکنه و هم زنده بسیار خوبیه. ولی این انتخاب سخته واقعا بین دو تا از دوستان، واقعا کار سخته ولی فکر میکنم که هر کدومشون پتانسیلی رو دارن که اجرای جداگانه، یعنی به عنوان یک اجرای تک نفره داشته باشن. خوب بود، تنوعش خوب بود،
بعد یکم توقع من بیشتر بود. البته مبارزه هدایتی بازم خاطره بازی کرد و الحق و انصاف توی عرصه خواننده ای هم گل کاشته. یعنی من خیلی اعتقاد ندارم به اینکه اگه یه هنرمند بازیگر شد بیاد مثلا مجری بشه، بعد بیاد مثلا شاعری هم پیشه کنه، بعد بره مثلا نمیدونم خوانندگی هم یه لباس خوانندگی تنش کنه. مگر اینکه یه مگر مهم داره، اینکه در هر شغلی وارد میشه با تمامیت وارد بشه. اما برای بچه های نوازنده هاشم صحبت میکردم میگفتن که مرز هدایتی علاقه من انصاف خیلی حرفه‌ای هم رفتار میکرد، مثلا البته کامران تفتی که کامران امروز یه ذره صداش خسته بود، نمیدونم چرا، باید ازش بپرسم. امیدوارم که کنسرت بعدی تلفیق سه خواننده نباشه، تفکیک شده اجرا کنن و طرفداراشون خیلی متمرکز بیان سراغشون رو درجه یک بدن.